با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در ادامه مبحث چه کسانی معتاد می شوند، امروز به توضیح درباره اعتیاد به بازی های کامپیوتری می پردازیم. بازی‌های کامپیوتری که امروز خیلی رایج شده مثل شمشیر دو سر میمونه، یعنی هم میتونه سود داشته باشه و هم زیان. مثل دارویی که یک مقدار مشخصش درمان بعضی دردها و بیماری‌هاست، ولی اگر از اون مقدار بیشتر بشه حالت سم پیدا میکنه. ضرر و زیان بازی های کامپیوتری به نوع بازی و به شخص مربوطه و به اینکه چه مدت رو با این بازی ها می پردازه بستگی داره. علائم اعتیاد به این بازی ها اینه که فرد بیشتر طول روز و عمر خودش رو پای دستگاه کامپیوتر میگذرونه و مثل بقیه اعتیادهای دیگه این بازی ها و گذروندن وقت پای کامپیوتر در زندگی عادی اون اختلال ایجاد میکنه. به عنوان مثال باعث میشه که اون شبها دیر به خواب بره، روزها دیر از خواب بیدار بشه، در خورد و خوراکش اختلال ایجاد میکنه، ممکنه نیاد و در مواقع معین سر سفره غذا بخوره، ممکنه پای کامپیوتر از تنقلات استفاده بکنه و همچنین در فعالیتش اختلال ایجاد میکنه، چون یک جا نشسته عواقبی مثل چاقی و مشکلات دیگه‌ای برای کودکی و نوجوان پیش میاره. در ارتباطات اجتماعیش اختلال ایجاد میکنه. کودک یا نوجوانی که فقط یاد گرفته از طریق کامپیوتر با دیگران ارتباط برقرار کنه، به طب توی اجتماع نمیتونه به حالت عادی با افراد مختلف دوست بشه و ارتباط برقرار کنه. خب حالا اینجا میدونیم که در مورد بازی های کامپیوتری ما چه چیزهایی رو باید مد نظر داشته باشیم، چون بلتب نمیشه کودک رو کامل از بازی های کامپیوتری محروم کرد. بهتره برای کودکان قبل از 3 سال اصلا فکر بازی های کامپیوتری رو نکنید و برای اونها از این دست بازی ها چیزی انتخاب نکنید. وقتی میرید برای انتخاب بازی های کامپیوتری دقت کنید که چه نوع بازی هایی برای کودک انتخاب میکنید. از بازی هایی که حالت جنگی پرخاشگرانه داره اجتناب بکنید و سعی کنید بازی هایی رو پیدا بکنید که کودک در اون چیزی یاد میگیره. و کامپیوتری رو که کودک با اون بازی میکنه رو در اتاقی قرار بدید که در معرض دید همه باشه و اجازه ندید که کودک کامپیوتر رو به اتاقش ببره و تنهایی بازی بکنه. سعی کنید گاهی در بازی‌های کامپیوتری با کودک شریک بشین، با اون همراه بشین و ببینید که از چه نوع بازی‌هایی داره استفاده می‌کنه. ضررهای استفاده بیش از حد بازی‌های کامپیوتری رو برای کودک توضیح بدین. به عنوان مثال استفاده بیش از حد مانع میشه که کودک فعالیت بکنه، رشد معمولیشو بکنه، با بقیه همسالانش
ارتباط برقرار بکنه، باعث یک جانشینی میشه، باعث ضعف چشم میشه و چیزهایی از این قبیل و کلن اختلال در فعالیت‌های عادیه که هر کودک باید داشته باشه و اینها رو برای کودکتون توضیح بدید. ساعتی که برای بازی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنید حدود 1 تا در نهایت 2 ساعت در روزه. برای کودک تایمر میذارید که دقیقا سر همین ساعت باشه و حدود 10 تا 15 دقیقه قبل از اینکه زمان اون تموم بشه میریم و به اون تذکر میدید که حدود 10 تا 15 دقیقه دیگه از زمان باقی مونده.